اینقدر خوشگلید و خوشبختی به خاطر اینکه ارتباطی بینش نیست. هیچ. بنابراین هیچ ارتباطی نداره. مطالعات نشونه هیچ ارتباطی تو خوشبختی نه. حالا شما فکر کنید ما چه دماری از روزگار خودمون در میاریم که خوشگل بشیم، برای که خودمون بیشتر زحمت رو در سر بزنیم. شما اگر اینجا خوشگلید، یادم اینجا پیدا کنید دو تایی خوش. اینجا خوشگلید، یادم اینجا پیدا کنید. من نمی‌دونم چرا بعضیاتون که اینجایی تا می‌خواید اینجا باشه. اونم با اون همه کارهای عجیب و غریب که انجام میدید. حتی شما میدونید یه واقعیت علمی وجود داره، شما روزی زندگی رو بردید که مردم شما رو کمتر از اون چیزی میدونن که هستید. روزی که مردم شما رو کمتر از اون چیزی که میدونن هستید، شما راحتید. بدبختی شما اون روزی شروع میشه که مردم شما رو بیش از اون چیزی که هستید میدونن یا خودتون میخواید اونجا باشید. یعنی اینا مطلبی نیست که بنده عرض کنم، اینا واقعیاته. حالا علتی که اینو خدمتتون عرض میکنم، برخی از اوقات من دوستانی رو دیدم که نمیریم مثلا ماموگرافی یا نمیریم آزمون آزمایش، برای اینکه اگر شد مثلا بعدن بخوان من رو کیموتراپی کنند و شیمی درمانی موهای سرم میریزه. عرض کردم نمیخوام کسی رو چون میدونید حداقل کوشش من این بوده که واقع بین باشم، فرقی نمیکنه، باورم کن. برای اینکه ده ها و صد ها چیز مهم دیگه تو زندگیتون سر کلهش پیدا میشه که قبلا ازش آگاه نبودید و اوناست که زندگی شما رو معنی دارتر میکنه و تازه اینا مسائلی است که میشه حل کرد. حالا یه چیز دیگه هم، شما با این زیباییتون خودتون اذیت کردید، دیگری هم اذیت کردید، علاوه حالا بعد از اینکه مثلا شوهر کردید، زن گرفتید، حالا بس برای چی میخواید زیباتر بشید؟ اون که اصلا همینم نه میخواد نه کاری باش داره. برای چی؟ یعنی این همه کوشش چیه؟ بنابراین یه چیزی که کنار سرطان هست مسئله ظاهر و زیباییه که امیدوارم اینو جدی نگیریدش. یادتون باشه وقتی به دوستانی میرسید که این بیماری رو دارن، کوشش نکنید که خودتون رو جای اونا بگذارید یا حرفایی بزنید که شما فکر میکنید خوب و درسته. اگر واقع بین هستید و مسئله میبینید، به اونا به موضوع چجوری نگاه میکنن و کوشش کنید شما از اونا بیاموزید. اصلا وقت آموختن به اونا نیست. من وقتی با این دوستان روبرو میشم فقط کوشش میکنم بشنوم، کوشش میکنم بفهمم، کوشش میکنم با یه جنبه ای از پیچیدگی وجود انسان آشنا بشم تا اینکه درست برعکس کنم. حالا من میتونم برای اون یه حرفی داشته باشم. قرارم نیست که بهشون دروغ بگید، قرارم نیست تعارف کنید، قرارم نیست که بهشون امید بیخودی بدید، ابدا. اصلا اینا کار نمیکنه، اصلا اینا مفید نیست، اینا بیشتر آدمو خالی میکنه. واقعیتی که انسان رو کمک میکنه. امروز همه مطالعات نشون میده که شرط این که من و شما حال اون خوب باشه واقعیت. من دلم میخواست یه حرفای دیگه بزنم. برای خودم هم فکر کرده بودم. اصلا فکر نمیکردم یه همچی جمعی باشه. اصلا فکر نمیکردم که شما خوبان و عزیزانی که تش میارید با این برنامه های فوق العاده مفید مؤثری که برگذاشتن زمینه رو فراهم کنید که به این حال برسید. من اصلا خودم رو برای گریه کردن آماده نکردم. من اومده بودم که یاد بگیرم و بعدم بر اساس اون چیزی که یاد میگیرم آخرش هم یه حرفی بزنم. یه فکرایی هم کرده بودم که به حساب خودم بحثای عادی و معمولی بود، ولی وقتی اینجا اومدم دیدم که همه چیز یه چیز دیگه است. تنها چیزی که میتونم بگم این است که سپاسگزار پاکی هستم، پاشا هستم، انجمن دانشجویان هستن که به من یه چیزایی که اصلا ازش خبر نداشتم رو تو وجودم، تو حسم، تو احساسم و تو ذهنم زنده کردن، به من نشون دادن که دنیا چقدر شکل و فرمای عجیب و غریب داره. با 12-13 هزار نفر رو خط رادیو تلویزیون صحبت کردم و همیشه چیزایی که برای اولین بار بوده دیده بودم، ولی باورم کنید هیچ جمعی نبود که اینقدر منو اذیت کنه. دوستانی که اون دور برای من بودن میدونستم 20-30 بار مجبور شدم گریه کنم، نه اینکه یکی دو دفعه. از همون زمانی که برنامه چه آهنگای خوب فرشید چه بعد از اون و بقیه اتفاقات، به این دلیل عرض میکنم بذارید ما با خودمون آشنا بشیم، از این رو، از این سطح بیرون بیایم، از این لباس در بیاییم. ما یه پوستی هم داریم، توی این پوست هم خیلی چیزا هست و اونا رو میشه حس کرد. یادتون باشه اولا اونجا میتونید کمک کنید، بلی بون مرو، اون یه کار عجیب و غریبی است که حالا با فرصت‌هایی که هست و اینکه من شاید مقدار برنامه‌های تلویزیونی بیشتری داشته باشم، حتماً یه مقدار از این برنامه‌ها رو به اون اختصاص میدم. خواستن که یه کمک‌هایی میتونید بکنید، ولی بسیاری از شما این کمک‌ها
تأثیر چندانی تو زندگی نداره، تا زمانی داره داره. اون زمانی واقعا آدم به کسی محبت کرده که خودش به خاطرش احساس درد و رنج بکنه، ولی خوشبختانه برخی از اوقات درخواست ها اینقدر کمی که میشه اون رو انجامش داد. هر کاری میتونید بکنید، ولی یه قول رو دادید، برای که من میدونم این دوستان روی این حساب میکنن که دفعه دیگه ای که شنیدید سازمان پاکی و پاشا با هر سازمانی، ولی مطمئن هستم با انجمن دانشجویان UCLA بچهای خوبی که بعدا وقتی میبینن، چون فقط میخواد تماشاشون کنه، البته من بیشتر دخترها را قصدم هست، شما هم پسرها، فقط میخواد ببیند، چون فقط میشه دیدش دیگه دیگه. قول دادید برای که اون براشون مهمه، که اگر فکر میکنید یه همچه برنامه مفیده، اگر فکر میکنید $20 دادید، مجبورم اینو عرض کنم، 3-4 ساعت وقت رو هم اینجا گذاشتید، البته یه عدتون به اون اندازه بیسکویت خوردید. بیسکویت و چای معمولا یه همچه جایی میتونه گرون باشه، ولی فکر میکنید که خوشحالید از اینکه این انتخاب رو کردید، سپاسگزارتون میشم این دوستان رو یاری کنید. افتخاریست برای من که در خدمتتون باشم و در خدمت این دوستان. تظاهرات رو اگر دوست دارید و درست میدونید فراموش نکنید. بنابراین سپاسگزارتونم. میدونم حرفای من هیچ جای اینجا نداشت، ولی فقط چون وظیفم بود انجامش دادم. دفعه دیگه هم حتما قبول نخواهم کرد اگر بخوان این بلا رو سرم بیارن، یا همون اول حرفامو میزنم میشینم گریه‌مو بعدن میکنم، ولی اینکه بشینم گریه بکنم بیام بالا نیستم. بنابراین شب خوب و خوشی براتون آرزو کنم. از همکاریتون محبت کنم. سپاسگزارم.